دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید. درود من به همه عزیزان. امیدوارم که خوب و تندرست باشید گرامیان، و به هر حال ما به کار خود ادامه می دهیم همون گونه که مردمان ایران زمین به مبارزه خودشون ادامه می دهند. قبل از هر چیز تشکری داشتم برای برخی عزیزانی که این برنامه ها رو می بینند و در هر فرصتی که ما همدیگر رو ملاقات میکنیم و دیدار میکنیم ابراز محبت میکنند. از همه این عزیزان واقعا سپاسگزار هستم. متشکریم. به خاطر اینکه به هر حال این برنامه ها برنامه‌ای هست که به خواست شما و به محبت شما بستگی دارد. و وظیفه‌ای که ما داریم برای خودمون در این گونه برنامه ها همانا در ارتباط با میهن خودمون، در ارتباط با انقلاب کنونی ایران و مسائل گوناگون مربوط به این جامعه دربارش صحبت بکنیم. نکاتی را که امروز میخواستم با شما در میان بگذارم چند مطلب مهم و اساسی است عزیزان، و اون هم یکی از این موارد این هست که در درون جنبش کنونی ایران اگر توجه بکنیم آنچه که خواستای این جنبش هست، به عنوان نمونه گفته می شود زن، زندگی، آزادی، گفته می شود آزادی، آزادی، گفته می شود حجاب نه، گفته می شود مرگ بر خامنه‌ای. خب همه این شعارها معناش چیست؟ تظاهر کنندگان و معترضین ایرانی چه میخواهند؟ یک لحظه فکر بکنیم. روشن است که در پشت این شعارها یک مسئله بنیادین وجود دارد و اون هم نفی حکومت جمهوری اسلامی. به قول عزیزی میگفت جمهوری نگوییم. درست میگوید. حکومت اسلامی در ایران، نفی حکومت اسلامی در ایران، نفی استبداد، نفی ولایت فقیه. خب حالا اگر ما میخواییم این رو نفی کنیم به چه خاطر نفی میکنیم؟ میگوییم سرکوب، میگوییم استثمار، میگوییم جهالت، همه اینها همه اقدام های رژیمی هست که در تناقض با تمدن و مدرنیته و خواستای عمیق مردم ما دارد. پس میگوییم این شعارها به معنای نفی رژیم است. ولی باز دقیق تر نگاه بکنیم. چرا این رژیم نفی شود؟ خب میگوییم سرکوب میکند. میگوییم دزدی میکند. بله درسته. ولی اگر بخوایم یاز یا یک زاویه دیگه نگاه بکنیم، این رژیم بر پایه امر مربوط به منشور حقوق بشر در تناقض با اصول حقوق بشر است. ایرانیان عزیز، توجه به حقوق بشر یکی از بنیادی ترین مسائل امروز جهان است. حقوق بشر با توجه به تاریخ اون که می دانید از جانب محققین بارها بارها تاکید شده که امر حقوق بشر در واقع که پس از جنگ جهانی دوم مورد تصویر قرار گرفت، در اساس چه بسا در ارتباط با منشور کوروش قرار می گیرد. و این منشور کوروش در اون جایی که بردباری رو در زمینه مسائل دینی مطرح می کند که مردمان بتوانند در عین داشتن آیین و مذهب خودشون بتوانند در یک سرزمین
در آرامش زندگی بکنند برای برخی از محققین سرآغاز حقوق بشر در ضمن همان منشوره کوروش است. خب روشن است که این ایده در شکل‌های گوناگون در تاریخ چه بسا مطرح شده، ولی وقتی که ما میرسیم به انقلاب فرانسه 1789، یکی از جلوه ها و دستاورت های انقلاب فرانسه نیست همانا مواد نیست، معیارهایی است که در درون انقلاب فرانسه جاری شده و منجر به نوشتار انقلابیون مربوط به حقوق شهروندان می شود. و پس از اون دوران مدرنیته است و پس از آن می رسیم به زمان جنگ جهانی دوم، مبارزه علیه نازیسم و فاشیسم، مبارزه علیه تمام درنده خویی های انسان هایی که در حال کشتار و کشتار و کشتار هستند، و بالاخره آنچه که مورد تصویب قرار می گیرد در پس از در واقع در زمان در سال 1948 در 10 دسامبر 1948، و اون همانا اعلامیه مربوط به حقوق بشر است. این اعلامیه نقطه جدیدی در تاریخ مردمان جهان هست، زیرا به شکل منظم، به شکل اوریان و در چارچوب یک سازمان و نهاد بین‌المللی اعلام می کند که ما وفادار به حقوق بشر هستیم. این اعلامیه دارای 30 ماده است. 30 ماده. هر عزیزی که این اعلامیه رو نخوانده، من خواهش من این است که این اعلامیه حقوق بشر رو بخوانند، که در 30 ماده و در حدود 1 یا 2 صفحه در واقع عرضه شده، بستگی به بزرگی حروف داره. هر ماده در 2، 3، 4 خط توضیح داده شده و بنابراین به شکل چکیده این مطلب بیان شده. و من از عزیزان خواهش میکنم اگر ما به حقوق بشر اعتقاد داریم، این امر رو در دستور کار خودشون قرار بدن، حقوق بشر رو نگاه بکنن، ماده های اون رو نگاه بکنن، به دوستانشون انتقال بدن و بخویشه در ارتباط با ایران، عزیزانی که برنامه های ما رو میبینن در خارج و در داخل کشور، این ایده ها رو باید برد. عزیزان من، این ایده ها برمیگرده به تربیت نسل های گوناگون. چگونه ما میخواهیم از شوونیسم، از استعمار، از خشونت، از جنگ، از نازیسم، از استالینیسم، از خمینیسم، از تروریسم اسلامی و هر چه که بد و زشت است در این جهان میخواهیم دور بشویم، باید پایگاهی داشته باشیم، باید در ذهنمون یک آلترناتیو، یک بدیلی داشته باشیم، یک جانشینی داشته باشیم، باید دارای الگویی باشیم، الگویی که میخواهیم جایگزین این مناسبات غیر انسانی بشود. بنابراین در ابتدا یک جمله میخوانم از مقدمه حقوق بشر و چنین است: از آنجا که شناسایی حیثیت و کرامت ذاتی تمام اعضای خانواده بشری و حقوق برابر و سردناپذیر آنان اساس آزادی، عدالت و صلح در جهان است، از آنجا که نادیده گرفتن و تحقیر حقوق بشر به اقدامات وحشیانه انجامیده
و وجدان بشر را برآشفتند و پیدایش جهانی که در آن افراد بشر در بیان و عقیده آزاد و از ترس و فقر فارغ باشند عالی ترین آرزوی بشر اعلام شده است. پس از چند مورد که به مقدمه آمده است میگوید بنابراین مجمع عمومی سازمان ملل متحد این اعلامیه رو به عنوان آرمان مشترک تمام مردمان و ملت‌ها اعلام می‌کند تا همه افراد و تمام نهادهای جامعه این اعلامیه رو همواره در نظر داشته باشند و بکوشند که به یاری آموزش و پرورش رعایت این حقوق و آزادی‌ها را گسترش دهند. ببینید ما صحبت از آموزش میکنیم، ما صحبت از انتقال دانش به دیگران میکنیم، ما صحبت از این میکنیم که ما باید دارای تربیت صلح دوستانه داشته باشیم. سازمان های حقوق بشری در این زمینه بارها و بارها صحبت میکنند. کسانی که از حقوق زندانیان دفاع میکنند اتکا میکنند به همین اعلامیه جهانی حقوق بشر. در جهان برای مقابله با جنگ به این اعلامیه اتکا میکنند، برای مقابله با استبداد به این اعلامیه اتکا میکنند. چرا؟ چرا؟ اجازه بدید چند ماده این اعلامیه رو خدمتتون بخونم. ماده یک، پس از آن مقدمه، ماده یک خیلی ساده است. تمام افراد بشر آزاد زاده می شوند و از لحاظ حیثیت و کرامت و حقوق با هم برابرند. همگی دارای عقل و وجدان هستند و باید با یکدیگر با روحی برادرانه رفتار کنند. ببینید این ماده اول هست. میگه تمام افراد بشر در این جهان به دنیا آمدن، زاده شدند و اینها آزاد به دنیا آمدند و باید بر اساس حیثیت و کرامت انسانی با آنها برخورد کرد. اینها برابرند. کرامت انسانی اینها یکیست. همه انسانها دارای کرامت انسانی دارند. انسانی هستند. همه انسانها کسانی هستند که جزو جامعه بشری هستند. بنی آدم اعضای یک پیکرند. و بنابراین هیچ فردی نسبت به فرد دیگر در واقع چی ارجحیت ندارند. همه برابر هستند در هر شغلی، از کارگر گرفته تا رئیس کارخانه، از یک سرباز گرفته تا یک ژنرال، از یک فرد شهروند ساده گرفته تا یک مسئول کشوری یا رئیس جمهور و غیره و غیره. همین ها در یک کاتگوری، در یک گروه بندی قرار میگن، اعضای جامعه انسانی هستن. کرامت در مقابلش فرانسوی میتوان گفت دینیته، کرامت. انسانهایی که نباید بهشون توهین کرد، انسانهایی که حقوق برابر دارند. برای اینکه انسان به این نقطه برسه یک تاریخ گذشته. شما یک لحظه نگاه بکنید که وقتی ما در اینجا میگوییم همه انسانها دارای کرامت انسانی هستند، آیا این رو همه ایدئولوژی‌ها اعلام میکنند؟ نه، نه. اگر شما در ایدئولوژی مارکسیسم و استالینیسم باشید، در اونجا گفته میشود که کسانی که برجسته هستند
همانا پرولتاریا و طرفداران پرولتاریا هست و طرفداران دیکتاتوری پرولتاریا هست. بنابراین دیگران با صفتهای گوناگون به عنوان خردی بورژوا یا بورژوا و غیر و غیره محکوم می شود. شما در زمانی که در درون ایدولوژی نازیست هستید، نازی ها هستند، جرمن ها هستند، جرمن های آریایی هستند که دارای حق ویژه بالایی هستند و دیگران در رده های پایین قرار می گیرند و کسانی هستند که دارای نژاد فاسد هستند و غیر و غیره. بنابراین در اونجا نیز کرامت سایر انسان ها کاملا نفی شده و منکوب شده. شما در درون اسلام و قرآن بروید، آیا کرامت انسانی در آنجا رعایت شده است؟ نه عزیزان من. شما وقتی میبینید در درون قرآن صحبت از این میکند که هیچ دینی جز دین اسلام پذیرفته نمیشود، و وقتی که در اونجا گفته میشود تنها کسی که در واقع در پیشگاه الله مورد حمایت و پشتیبانی قرار میگیرد فقط مؤمنان هستند، اونهایی که زانو میزنند، اونهایی که ستایش میکنند، بنابراین دیگر انسانها، اونهایی رو که قرآن بهشون میگه شما کافرید، شما مشرک هستید، شما منافق هستید، شما مرتد هستید، شما دشمنان الله هستید، شما یهودی هستید، نصارا هستید، همین ها انسان هایی هستند که نمیتوانند دارای کرامت یگانی مانند دیگران باشند. یعنی دیگرانی که برای اسلام مهم هست فقط و فقط مؤمنان هستند. پس ببینید وقتی ما مقایسه میکنیم بلافاصله متوجه میشویم که گفتن این که بله کرامت، همه میگن بله درسته، برابری بله درسته، ولی به محضی که به ایدولوژی اونها توجه میکنیم، وارد درگیری های ایدولوژی، وارد درگیری های سیاسی میشویم، انواع و اقسام سیاست ها بیرون میآید تا یه بخشی از جامعه جهانی رو محکوم بکنه و بخش دیگر رو در واقع مورد حمایت یک جانبه خود قرار بدهد. حال پس از ماده اول ماده دوم رو بخوانیم. بنابراین ماده اول گفت که همه اون افراد بشر آزاد هستند، همگی دارای عقل و وجدان هستند. عقل و وجدان، انسان ها همه دارای عقل و وجدان هستند. لغزون و وجدان، لکونسیانس. وقتی که شما دارای عقل هستید، دارای قدرت پذیرفتن هستید، دارای خردمندی هستید، می توانید تشخیص بدهید، و از سوی دیگر وجدان دارید، آگاهی دارید، و به این ترتیب هستش که همه انسان ها این پدیده ها رو در خود جمع دارن و محیط اجتماعی، محیط آموزشی اجازه میده که خود انسان ها آگاه بشوند و بتوانند نقش مثبتی ایفا بکنند. اگر چنانچه محیط اونها، شرایط اونها آگاه کننده نباشد، این انسانها که میتوانند از عقل خود استفاده بکنند، به نحو درست از عقل خود استفاده نخواهند کرد. حال ماده دوم رو ببینیم. هر کس میتواند به هیچ گونه تمایزی، به ویژه از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، دین، عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگر و همچنین منشأ ملی یا اجتماعی، ثروت، ولادت یا هر وضعیت دیگر از تمام حقوق
و همه آزادی های ذکر شده در این اعلامیه بهره‌مند گردد. بنابراین هر کس می تواند بدون هیچ گونه تمایزی از تمام حقوق و آزادی ها بهره‌مند گردد. بدون هیچ گونه تمایزی یعنی چی؟ ببینید عزیزان، نکته اول اومده کسی نمیتواند بگوید نژاد من برتر مانند هیتلر و برای خودش حق بالاتر قرار بدهد. نژاد من برتر به عنوان عرضم حضورتون که فلان قومیت و بنابراین بر خودش حق برتر قائل باشد. نه. و خود میدانید که اساسا واژه نژاد امروز دیگر روشن شده که معنای علمی ندارد. به عنوان اینکه یک نسلی باشند، یک جمعیتی باشند، جدایی از جمعیت‌های دیگر، خلص باشند، خالص باشند، پاک باشند. نه. تمام طول تاریخ رو بخوانید. تاریخ رو نگاه بکنید. یکی از برجسته‌ترین ویژگی‌های مردمان در دل تاریخ در هم آمیختگی میان مردمان گوناگون بوده است. در هم آمیختگی یا از طریق جنگ ها، یا از طریق ازدواج ها، یا از طریق معاشرت های عادی، یا از طریق کوچ ها، از طریق مسافرت ها، همه و همه در طول تاریخ با هم دیگه آتی شدن، در هم فرو رفتن، در جاهایی بیشتر، در جاهایی کمتر. ما ایرانی ها در ارتباط با تمام اقوامی که به سرزمین ما حمله کردند، به ناگزیر در ارتباط با مناسبات جنسی وجود داشته، تا یا به زور یا به شکل عادی، و اینها همه در طول تاریخ عملا یک اختلاط و در هم آمیختگی رو پدید آورده. همه ملت ها چنین است. فرانسه رو در نظر بگیرید، آمریکا رو در نظر بگیرید. به این ترتیب نژاد که بگوید من منزه، جدا و غیر و غیر هستم، نه، چنین چیزی وجود ندارد. البته کدهای ژنتیک هست و اون ربطی به نژاد ندارد. کدهای ژنتیکی هست که انسانها را متمایز می کند از هم دیگر، ولی این ربطی به نژادی که برتر و خلص و برجسته باشد، نه، همچین چیزی نیست. پس بنابراین هیچ نژادی نمیتواند بگوید من برتر هستم، اون هم نژاد ادعایی، چون من جرمنیک هستم بنابراین باید دیگران رو نابود بکنم. پس نژاد، نژاد، رنگ، سیاه، سفید، سرخ، هر گونه رنگی که من و شما داریم، رنگ پوستمون، نمیتواند در واقع نشانه برتری من و شما باشد. زمانی که در رژیم جمهوری، در رژیم آفریقای جنوبی، رژیم آپارتاید بود، میگفت ما سفیدها در واقع دارای امتیاز برجسته و مهمتر باید باشیم، و دیدیم که این نظام آپارتاید عملا شکسته شد، از بین رفت و منجر به یک شرایط جدیدی شد. و این مبارزه، مبارزه طولانی بود که از جمله یه بخشیش در ارتباط با مبارزات نلسون ماندلا بود، که عملا رژیم آپارتاید بر اساس جنبه های نژادی و
به اصطلاح رنگ اینها از بین رفت. جنسیت، این که بگی من مرد هستم بنابراین بر دیگران باید غلبه داشته باشم، بر زنان بنابراین نه. زبان، این که بگوییم یک زبانی یک زبان برتر هست، برجسته است، پس بنابراین این بیان یک امتیاز مخصوص هست و بنابراین دیگر زبان ها نباید وجود داشته باشند. نه. دین، که بگوید من دین برتر هستم، مانند آنچه که در اسلام میگوید، اسلام میگوید من دین برتر هستم، دین آخر هستم و دینی هستم که شما باید بپذیرید، اگر نپذیرید در جهنم، اگر نپذیرید گناهکار هستید. یعنی پیوسته جهل میکنه، واقعیت رو نمیگه. این که میگوید من آخرین دین هستم این یک دروغه، آخرین دین هرگز نیست و نخواهد بود، پس از اسلام نیز دین ها و مذاهب گوناگون به وجود آمدند و از این به بعد نیز به وجود خواهند آمد. کسانی که شعور ندارند چنین حرفی رو میزنند. در قرآنی که شعوری وجود ندارد به این از این زاویه میگوید من آخرین پیامبر یا آخرین دین هستم. نخیر، این یک جعله، یک دروغه. و حتی میبینیم که نه در درون فقط اسلام، بلکه اون وقت شیعه میآید میگوید من بهترینم، فقط شیعه بهترین است. شما نگاه بکنید ما 8 میلیارد جمعیت در این جهان هستیم، انواع و اقسام گرایش ها و باورهای دینی هست. و شیعه گری که یکی از منحطترین، یکی از دروغ پردازترین مذاهب در جهان هست، میآید و ادعا میکنه از طریق بلندگوهای خودش، از طریق مبلغان خودش، از طریق آخوندهای خودش، از طریق نواندیشان خودش، از طریق اصلاح طلبان خودش که من برتر هستم. و وقتی که شما در عمق میروید میبینید که این روایات، روایات پوسیده و احمقانه که تبدیل شده به یک امر مقدس، چقدر باید انسان کور باشد که این سقوط رو نبیند. به این ترتیب اگر شما بگویید که به لحاظ اینکه دین من برتر هست و دیگر دینها رو نابود بکنید، یا بخواهید دینداران رو خفه بکنید یا ناباوران رو خفه بکنید، این در تناقض با چی؟ حقوق بشر است. تمایز دیگر، بگویید که به فرض تبایز یا تبعیض منظورمه، عقیده سیاسی، که من دارای عقیده سیاسی برتر هستم و شما دهانات رو ببند، شما حق ندارید. همه افکار سیاسی که در یک جامعه هستند حق دارند که بیان بشوند. در چارچوب قانون مدرنی که در کشوری مانند فرانسه یا آمریکا یا انگلستان یا آلمان هستش، انسان‌ها نظر خودشون رو بیان می‌کنن. ولی در درون جمهوری اسلامی کسی نمی‌تواند بگه من سیاست دیگری رو دارم، اساساً نابودش می‌کنن، منکوبش می‌کنن، زندان می‌افتد، خطر بزرگی برای زندگی او به وجود می‌آید. و از سوی دیگر، تبعیض دیگر، که بگویید که منشأ ملی، من چون آمریکایی هستم، من چون ایرانی هستم، من چون فرانسوی هستم، من چون الجزایری هستم، بنابراین از یک به اصطلاح منشأ ملی دیگر، پس بنابراین حق دارم و دیگران را باید مورد سرکوب و ستمگری قرار بدم. نخیر. بنابراین منشأ ملی و اجتماعی، اینکه یک طبقه خود رو اعلام بکنه مانند پرولتاریا که بگوید حقانیت با من هستش، همه بقیه رو چیکار میکنم؟ نابود میکنم. اجتماعی. و یا بگویید که من چون ثروتمند هستم بر شما غلبه دارم، سلطه باید بکنم. نه. ثروتمند بزرگ بزرگ و کسی که بی چیز و
ناتوان هست از نظر اقتصادی برابری دارد. ولادت یا هر وضعیت دیگر. میگویند به فرض که چی؟ که سیدها اولاد پیغمبر هستند، پیامبر هستند و اونها در واقع دارای امتیازاتی باید باشن، اونها دارای نقش برجسته‌ای هستند. اینها همه دروغ و جعل هستش، فقط برای اینکه آخوندها بر اساس جعلیاتی که ساخته شده است بتوانند امتیازات خود را نگه دارند. خود ماجرای سید هم یک دروغ بزرگ بیش نیست، یک دروغ بزرگ که این را ساختن برای که امتیازداران عرب یا امتیازداران محلی بتوانند از موقعیت برجسته تری برخوردار باشند. سرابهای این ماجرای سیدی جز جهل و نادانی چیز دیگری نیست. بنابراین عزیزان میگه هر کس میتواند بی هیچ گونه تبعیضی و تمایزی از زاویه نژاد، رنگ، جنس، زبان، دین، عقیده سیاسی و همچنین منشأ ملی، اجتماعی، ثروت، ولادت یا هر وضعیت دیگر از تمام حقوق و همه آزادی های ذکر شده در این اعلامیه بهره‌مند گردد. هر کس میتواند بدون هیچ تبعیضی از همه این آزادی ها بهره‌مند گردد. پس نیایید و بگویید که بله ما مسلمانیم برتر هست، نه خیر. یا بگویید که من آمریکایی برتر هستم، نه خیر. یا من آخوند برتر هستم و فرزند و اولاد پیامبر هستم، نه خیر. آقای آخوند برو گم شو. حقوق بشر هیچ امتیازی به توی آخوند که تجلی جهل هستی به تو هیچ امتیازی نمیدهد. ماده سوم، هر فردی حق زندگی دارد. همه عزیزان ما که در زندان ها هستند، همه عزیزان ما که کشته شدند، هر فردی حق زندگی دارد، آزادی و امنیت شخصی دارد. هر فردی حق زندگی، زندگی کردن، جانش رو حفظ کردن، امنیت شخصی برای او در یک کشور به وجود آوردن، هر کسی حق زندگی، حق آزادی و حق امنیت دارد. به همین خاطر استش که دولت ها موظف هستند که امنیت افراد و اعضای کشور خود رو در واقع تامین بکنن. و این امر در یک کشوری مانند کشور ما که تبهکاران اسلامی بر سر کار هستند، هرگز ما امنیت نداریم، آزادی نداریم و یک زندگی عادی نیز نداریم. به قول این شعر یا ترانه برای آزادی، فاقد یک زندگی عادی هستیم. زندگی ما مورد هجومه، زندگی ما زیر کنترله، زندگی ما با تمام شکنجه هایی که در اطرافیان ما می شود در واقع بسیار بسیار پریشانه، نگرانه. این زندگی زندگی عادی نیست آنچه که در ایران است. یادمون باشه چه بسا ما حس خود رو از دست بدهیم، ما بدی را چه بسا به عنوان امر خوب تلقی بکنیم. نه، نگاه بکنید به جهان، نگاه بکنید به اعلامیه حقوق بشر. وقتی میبینید اونجا میگوین من چه حقوقی دارم و در این حال به طور مشخص در دل جامعه میبینید که چه حقوقی اولا ندارید، و در اینجا هست که درد شما آشکارتر میشود. هر فردی حق زندگی دارد. پس چرا این ترانه میگوید برای یک زندگی عادی؟ چرا؟ بله، یک زندگی نرمال یعنی چی؟ همون زندگی که در کشورهای غربی وجود دارد، یک زندگی نرمال. و اون زندگی نرمال زندگی هستش که انسان باید آزاد باشه،
دید همین امروز بود که چینی ها هم که در یک روند دیگری قرار دارن علیه فشار علیه حکومت خودشون امروز به خیابان ها آمدن و در کشور ما فردا از فردای جمهوری اسلامی تا به امروز و پیش از 2 ماه بیش از 2 ماه هست که مردم در خیابان هستند، همه جا از طریق پنجره ها، از طریق از شبانه یا در روز، در مترو، در کارخانه، در محیط های مربوط به دهقانان، در درون میدان ها، در نقاط روستایی، همه جا دارن اعلام میکنن که خواهان یک زندگی هستن، زن زندگی آزادی، خواهان عدالت هستن، خواهان برابری زن هستند. چرا؟ به خاطر اینکه جمهوری اسلامی نقض این حقوق بشر هست. ماده سوم، نه ماده چهارم، هر هیچ کس را نباید در بردگی یا بندگی نگاه داشت. بردگی و داد و ستد بردگان به هر شکلی که باشد ممنوع است. قرآن شما طرفدار بردگی است. امامان شما دارای کنیز بودند، خجالت آور هست که امروز باز کسانی بگویند که بله به قرآن، چرا قرآن قسم میخورید؟ قرآن یک نظام اسارتبار است، کسی به اون نباید رجوع بکنه، از عادتهای بد باید دست کشید. و افرادی هستن که واقعا شما انتظار ندارید، میبینید که در جامعه غربی دهه های سال هست که داره زندگی میکنه، ولی یه دفعه شور درش بلند میشه بدون اینکه طرفدار رژیم باشه به هیچ وجه، ولی از قرآن دفاع میکنه و میگوید ارزش در درون قرآن، انسان در درون قرآن. کدوم انسان در درون قرآن مطابق با حقوق بشر هست عزیزان من؟ نه، نیست، واقعیت ندارد. همون گونه که خدمتون عرض کردم، آنچه که به عنوان انسان در درون قرآن هست منظورش فقط بردها و در واقع بندگان الله هستند، مؤمنان. مؤمن برابر بنده در برابر الله، و خود این مؤمنان به نوبه خود نسبت به دیگر انسانها رفتاری که میکنن دیگران رو به برده خود تبدیل میکنن. هجوم اسلام برای چی بود؟ برای تبدیل کردن کشورهای دیگه به برده، به چپاول. بعد عزیزانی هستن میان قسم به قرآن میخورن. بس کنید عزیزان من، 40 سال گذشت، انقلاب در شرف انجامه، هنوز این ذهن ها تکون نخورده که به این ایدولوژی شیطانی شما توسل بکنید که این رو به عنوان یک امر معنوی نشان بدهید. خودتون مدرن، زندگیتون مدرن، و بلا فاصله لحظاتی میاد که دفاع میکنید از اسلام، دفاع میکنید از قرآن، دفاع میکنید از امامزاده های استعمارگران. دقت بکنید عزیزان، بنابراین باید نه گفت به بندگی، نه گفت به کنیزی، نه گفت به هر نوع بندگی که در جهان و در زندگی میتواند وجود داشته باشد و اسلام اونها را به رسمیت بشناسد. و در همین اعلامیه بند 5 چه میگوید؟ هیچ کس نباید شکنجه شود یا تحت مجازات یا رفتاری ظالمانه، ضد انسانی یا تحقیر آمیز قرار گیرد. چقدر انسان ها در ایران شکنجه شدن، چقدر انسان ها
در بیدادگاه جمهوری اسلامی محکوم شدند، سپس مجازات شدند. رفتار ظالمانه اونها رو دیدیم و دیدیم و دیدیم و میبینیم. رفتار ضد انسانی، تجاوز، بیحرمتی، بدرفتاری، فحاشی، شکنجه، شلاق، همین ها در یک خط از این اعلامی آمده است. هیچ کس نباید شکنجه بشود یا تحت مجازات یا رفتارهای ظالمانه ضد انسانی یا تحقیر آمیز قرار بگیرد. ببینید ماده 5 یک جمله یک خطی است. همین این رو بگیرید، با افراد خانوادتون، با دوستانتون فکر بکنید. هیچ کس نباید شکنجه شود یا تحت مجازات یا رفتاری ظالمانه ضد انسانی یا تحقیر آمیز قرار بگیرد. پس چگونه است که جمهوری اسلامی در واقع عزیزان ما رو شکنجه میکنه، نابود میکنه، تحقیر میکنه؟ و چرا ما به درد نیامدیم؟ تحقیر، تحقیرهای گوناگون. %50 جامعه ایران یعنی زنان همیشه مورد تحقیر قرار گرفتند. و مردان چه کردند؟ امروز تحولی در رفتار مردان به وجود آمده است. ولی در طی این 42-43 سالی که گذشت، چرا مردان همیشه در کنار زنان نبودند؟ چرا فقط اونها رفتند به درون استادیوم های ورزشی و بایکوت نکردند این استادیوم های ورزشی رو؟ چرا مردان اعتراض نکردند به حجاب ها، حجابی که بر سر مردم و بر سر زن ها گذاشته شده است؟ چرا؟ چرا مردها اعتراض نکردن زمانی که میخوان نماز بخونن یک بخش در واقع زنان رو روشون چادر میکشند و بخش دیگه ای که ملا هستش فقط مردانه است؟ چرا؟ چرا در درون نهادهای موجود در جامعه ما، مجلس خبرگان، شورای مصلحت، نگهبان، همه و همه فقط از آدمهای پیر، آدمهای شدیداً مرتجع از نظر دینی هستند و هیچ زنی وجود ندارد؟ چرا شما اعتراض نکردید؟ چرا به وضعیتی در درون مجلس، مجلس جمهوری اسلامی اعتراض نکردید؟ 2-3 نفر زن رو به عنوان به اصطلاح عناصر در مجلس گذاشتند و بقیه همه مردان و مردان و مردان و مردان هستند. چرا اینها عادی هستش؟ شما عادت کردید به بدی، عادت کردید به بدی. چرا سکوت کردید؟ من یکی دو مورد دیگه بخونم و این بحث رو پایان بدم. عزیزان، ماده 6 میگوید هر کس حق دارد که شخصیت حقوقیش را در همه جا به رسمیت شناخته بشود. همه در برابر هفت، همه در برابر قانون مساوی هستند و حق دارند به هیچ تبعیضی از حمایت یکسان قانون برخوردار بشوند. شما در ایران از حمایت قانون برخوردار هستید؟ عزیزانی که دستگیر می شوند اینها از حمایت قانونی برخوردار هستند؟ زنهایی که بهشون اسید پاشیده شد اینها از حمایت قانونی برخوردار بودند؟ هرگز، هرگز. پس کوش قاتل ها کجایند؟ قاتل ها کجایند؟ یک لحظه که اسید می پاشند در همون لحظه خیلی همه یه مقدار ابراز نگرانی می کنند و بدشان می آید، ولی یادشون میره بعدن.
بعد دیگه فراموش میشه، تبدیل میشه به رفتار همیشگی ما. مردان رفتن در درون استودیوم ها، بعد دیگه یادشون رفت. زنها چی کجا؟ یادشون رفت و کسی دادی نزد، کسی فریادی نکرد. فریاد اگر میشد باید میکردین در درون رسانه ها، در درون روزنامه ها، در درون خیابان ها، در درون خانه ها، در درون کوچه ها، در میان در واقع افراد مربوط به خیشان و شهروندان خودمون مرتبا باید میگفتیم و میگفتیم. چرا نگفتیم؟ پس میبینید که اعلامیه جهانی حقوق بشر به شکل خیلی فشرده و چکیده بنیادهای اساسی مربوط به اومانیزم، انسانگرایی رو داره مطرح میکنه و به شما جهت میده، قطب میده، قطبند، یعنی در واقع اون جهتی رو که در زندگی خودتون باید تعقیب بکنید، در زندگی سیاسی خودتون باید تعقیب بکنید رو این منشور حقوق بشر به شما نیرو میبخشه، به شما نور میپراکنانه، به شما میگوید ببینید این اهداف، اهداف زندگی این است. در درون کشور این چنین باید بود، اگر نباشه پس بنابراین نقض حقوق بشر هستش. خب و در اینجا عزیزان من در میان حرفام و در این بخش پایانی این مورد، این مبحث مربوط به حقوق بشر یادتون باشه، شما طرفدار اخلاق و اتیک هستید، اخلاق در قرآن وجود ندارد. اخلاق یعنی چی؟ مجموعه اصولی که به انسانها اجازه بده که در یک مناسبات عادلانه زندگی بکنن که کرامت انسانی اونها مورد احترام باشه و چنین اخلاقی، چنین پرنسیپ هایی اجازه میده که یک زندگی عادی و با او احترام ببخشید و با احترام ادامه پیدا کنند، که همش همه انسان ها از آن بهره ببرن. در درون قرآن نه، برای دیگران شکنجه است، برای دیگران تهدید به قتل، برای دیگران گفتن گناهکار هستید. شمایی که میایید تکرار میکنید بدانی که بدون آنکه اون رو بدانی کافی است تکرارتون، که وقتی میگویی که در قرآن اخلاق وجود دارد، نخیر، در قرآن اخلاق انسانی وجود ندارد. اخلاقی برای بردهداران است، اخلاقی برای جنگ طلبان است، اخلاقی برای رؤسای قبیله است، اخلاقی برای محمد و علی هست، اخلاقی برای خامنه ای و خمینی هست. یعنی زورداران، یعنی کسانی که به این ایدولوژی اهریمنی چسبیدن و به اونها این ایدولوژی اجازه میدهد که هر جنایتی رو در گذشته از زمان پیامبر اسلام تا به امروز انجام بدهد. باید ما تصمیم بگیریم که روشن باشیم. اخلاق در قرآن وجود ندارد. اخلاق میخوایید؟ حقوق بشر؟ این اخلاق عزیزان من؟ کسی که به حقوق بشر، منشور حقوق بشر باور دارد، یک فرد دارای اخلاق و اتیک است. پس نگویید که اخلاق کجاست؟ اخلاق در همین اعلامیه حقوق بشر است، که چگونه انسان ها باید رفتار انسانی نسبت به همدیگر داشته باشند و به زندگی اونها احترام بگذاریم، اونها رو شکنجه نکنیم. این اخلاق. شما فکر میکنی که طرفداری از علی اخلاقه؟ طرفداری از الله اخلاقه؟ بریزید اینها رو دور، بریزید دور.
اخلاق طرفداری از صلح، اخلاق طرفداری از محیط زیسته، اخلاق مخالفت کردن با تجاوزهای جنگی مانند جنگی که پوتین راه انداخته است در اوکراین، اخلاق دفاع کردن از مردمی است که میخواهند آزاد بیان بکنند ولی جمهوری اسلامی نمیگذارد. اخلاق برابری زن و مرد است. اخلاق ضدیت با چی؟ با حجاب هستش که بگوییم نه. اینا اخلاقه، همین ها اخلاقه، همین ها اخلاقه عزیزان من. احترام به دوستان، در یک مناسبات خانوادگی سالم زندگی کردن، اینها اخلاقه. توجه داشتن به آموزش فرزندانم، این اخلاق عزیزان من. نگویید که ما اخلاق در قرآن داریم، نه هرگز نگویید. این گفته شما جز خشم انسانهای آگاه چیز دیگری رو به بار نخواهد آورد. نگویید. اخلاق در همون منشور حقوق بشر نهفته است. نکته دیگری که میخواستم با شما در میان بگذارم، ببینید، گفته می شود که دیدید در جاهای مختلف و ما دقت کردیم که آیا تجاوز به زن و تجاوز به پسر آیا اینها منشأ دینی دارد؟ وقتی که در زندانهای اسلامی به دختران جوان ما تجاوز میکنه، این فقط خودسری یک جانی بسیجی است یا اینکه این در ضمن دارای یک توجیه دینی است؟ جزئی از آیه 24 سوره نساء و نکاح زنان شوهردار نیز برای شما حرام شد، مگر به غیر از آن زنانی که متصرف شده اید. یعنی به عنوان نمونه در زمان جنگ زنها رو به اسارت در بردید و متصرف شدید. اینها، این زنها هیچ احتیاجی به ازدواج نه نیست، بنابراین می توانید تجاوز کنید. قرآنه. بنابراین بخشی از زنهایی که در قرآن داره میآید و در ارتباط به نوعی با وضعیت جنگی هست، سربازان اسلام می توانند اینها رو بگیرن و تجاوز کنند، بکشند. از نظر جنسی می توانند اینها رو تجاوز بشون بکنند. این رو قرآن می فرماید. شما بارها شنیده اید در دوره های مختلف که چگونه به عزیزان ما در زندان ها تجاوز کردند. چرا عزیزان؟ چرا؟ به خاطر اینکه جمهوری اسلامی میگوید چی؟ میگوید من جمهوری اسلامی وظیفه الهی دارم، من اولوالامر هستم. یعنی چی؟ یعنی در نبودن پیامبر اسلام
ما آخوندها اولو الامریم، امر خدا را اجرا می کنیم و شما باید از ما تبعیت بکنید و دین ما امروز و دولت ما و نظام سیاسی ما نظام اولو الامرها هست و بنابراین جنبه الهی و مقدس دارد. اون درست میگه، این آخوند پس فطرت در این زمینه درست میگه. حکومت او حکومت الهی است، حکومتی برای الله، برای اسلام. این همه اینها پورهای مردم ما رو چاپیدن و پای این دین ریختن برای اینکه این دین رو فربه بکنن، گنده بکنن. بنابراین حکومت او حکومتی است که الهی است. حال آیا شما می توانید علیه این حکومت الهی مبارزه بکنید؟ نه، نباید این کار رو بکنید. مبارزه یعنی جنگ علیه قدرت اولوالامرها. آخوند بر اساس سنت اسلامی و شیعه در نبودن امام 12 مرجع تقلیده، مورد احترامه. اینو ما در تاریخ دیده ایم. به این خاطر شما وقتی که اعلام مخالفت میکنید، در درون خیابان ها میایید، انقلاب میکنید، شورش میکنید، تظاهرات گوناگون به پا میکنید، همین ها چیست؟ اعلام جنگ علیه چی؟ علیه جمهوری اسلامی یا نظام اسلامی و بنابراین علیه کی؟ علیه نظامی هستید که مورد علاقه الله هست. هر گونه مبارزه که در خیابان ها می کنید، این در واقع جنگی هست علیه حکومت طرفدار الله. وقتی این میگویید مرگ بر خامنه‌ای، این اعلام یک جنگ است علیه اولوالامر، علیه پیامبر، علیه علی، علیه الله. پس بنابراین عزیزان، در طول جمهوری اسلامی هر شرایطی رو بنابر موقعیت جمهوری اسلامی، بنابر موقعیت آخوندها، باید اینها تفسیر بکنن که هر مخالفتی بیانشی جنگ علیه الله هست. دوران جنگی هستش، دوران جنگی هست. پس اگر دوران جنگی هست چه باید کرد؟ کسی علیه جمهوری اسلامی مبارزه میکنه در یک روند جنگی خود رو قرار داده است. حال با این فردی که داره علیه دولت جمهوری اسلامی داره مبارزه میکنه، پسر یا دختر، تکلیفشون روشنه. این مبارزه یعنی جنگ، جنگ علیه دولت، دولت اسلامی. بنابراین چه باید کرد؟ چرا؟ نتیجهش چیه؟ نتیجهش این استش که این نظام جمهوری اسلامی، این آخوندهاش، این اوباشان، این تبهکاران می توانند بنابر شریعت اسلام به فرزندان ما تجاوز کنند. مگر آن زنانی که در شرایط جنگ، اونهایی که کافر هستند، اونهایی که علیه حکم خدا هستند، حکم خدا کجاست؟ در دهان خامنه است. خدایی که وجود ندارد. پس بنابراین تمام استعمارگران اسلامی از ابتدا تا به امروز خود را به عنوان نماینده خدا میگویند و بنابراین میگویند وقتی که میگویند به حکم الله و به حکم خدا، یعنی که این حکم توسط اولوالامر اعلام شده است. حکم الله همون حکم آخوند سیاسی حاکم بر کشور ماست. بنابراین اون آخوند با افراد تبهکارش، با جوجه آخوندها،
با بسیجی های جنایتکارش، همه و همه از نظر قانونی، قانون اسلام عزیزان من، اینها می توانند به فرزندان ما تجاوز بکنند، زیرا این فرزندان جزو تصرفات اونها هستند. اونها بر جسم و روان انسان ها دیگر سلطه دارند، یعنی صاحب شدند، در یک مکانیزم جنگی صاحب شدند و برابر این زمانی که این برده های جنگی، دوران جنگی است، مبارزه ای که باید به عنوان جنگ در نظر گرفت، پس بنابراین حاکمان جمهوری اسلامی می توانند به راحتی به عزیزان ما تجاوز کنند. عزیزان، این تجاوز های در زندان ها انعکاسی از همین قرآنه. چی فکر میکنید شما؟ تجاوز به دخترها در همین هفته های اخیری که صورت گرفت، یا در زمان خاطرتون هست 67 در زندان ها کسانی که میگفتن که هنوز بلوغ پیدا نکرده، تجاوز میکردن که به دنبال تجاوز به اصطلاح همه چی دیگر جاری شود. تجاوز کردن میکردن و امروز هم این کار ادامه داره، و امروز هم در پشت این درهای بسته جمهوری اسلامی این کار ادامه دارد، و هنوز هم در درون خیابان ها دیدید که چگونه یک بسیجی، یک پاسدار مزدور، دختر خانومی رو که گرفته بودن در درون خیابون ها با دست های خودش به اون داشت تجاوز میکرد. دیدید این رو؟ اینها یک مش افراد تبهکار جانی هستند، جانی. به هیچ آخوندی اعتماد نکنید. اونهایی هم که امروز اینجا و اونجا صدایی میشنوند که اعتراضاتی دارن، این اعتراضات به خاطر اینکه نگران این هستن که اسلام بر باد برود. عزیزان من، و ما باید اسلام رو بر باد بدهیم، ببرد هر جایی که میخواهد برود، ولی به سوی انسانهای دیگر نرود، زیرا از نظر انسانی ما دفاع میکنیم از کرامت انسانی، و اسلام و قرآن نفی کرامت انسانی است. پس ببینید در درون قرآن آمده است که به زنانی که در زمانی جنگ توسط شما به تصرف در می آیند، بنابراین اینها شما صاحب آنها هستید، هر کاری که دلتون خواست با آنها انجام بدهید. یعنی تجاوز، تمام سنت در اسلام یعنی تجاوز بوده. تاریخ تجاوزهای اسلامی به کشورهای دیگه و از جمله ایران ما، مگه ما کم شنیدیم تجاوز به زنان رو؟ مگه ما کم شنیدیم عزیزان من؟ پس چرا واکنش نشون ندادیم؟ چرا بی درد بودیم؟ چرا چشمهای خود رو هم گذاشتیم؟ چرا سعی کردیم پدیده ها رو زشت نشان ندهیم، به اصطلاح زشت نشان ندهیم؟ اینها زشت بودند و ما به روی خودمون نیاوردیم، گفتیم نه این نیست. تفسیرهای گوناگونی، بله تفسیر خوبی هم وجود دارد، همه این مزخرفات رو تکرار کردیم تا اینکه چی؟ تا اینکه قرآن رو محکوم نکنیم. آنچه که در زندان ها میگذرد، بله تجاوز بر پایه مبنای دینیش است، ولی به شکای گوناگون و نتایج این زندانی ها، زندان ها چه می شود؟ هم به اعتبار دین هست، هم به اعتبار تمام وحشیگری که نیروهای جمهوری اسلامی دارند، که زن برای اونها هیچ گونه ارزشی نیست، ندارد، فقط به عنوان یک عامل در خدمت نیاز جنسی او باید قرار بگیرد. همین، همین و بس.
بعد می آیند در درون بارنگوهاشون از زینب و فاطمه و کیوکی حرف می زنند. بریزید دور. اینها نمایندگان ایمنیز نیستند. اینها نمایندگان زن آزاده نیستند. اینها زنان استعمارگران اسلامی بودند در زمان هجوم لشکر عرب در بستر تاریخی گذشته 1400 سال پیش. و آنچه در زندان هست نتیجه این تجاوز ها چیست؟ در هم شکستن یک زندگی. برخی ها چه بسا خودکشی بکنند. برخی ها کسانی هستند که هرگز از نظر روانشناختی نمی توانند خود رو بسازند دوباره. آدم های شکسته ای خواهند بود. زیرا تجاوز صورت گرفته و تجاوز نمی تواند قابل تعمیر باشد. تجاوز به روح صورت گرفته. تجاوز به کرامت انسانی. تجاوز به اعماق روانشناختی انسانها صورت گرفته. و این زخم زخم همیشگی است و انسانها چه بسا نتوانند این رو تحمل بکنند و برخی از اونها خود رو میکشند. تاکتیک های جمهوری اسلامی زیاده برای که نابود کردن انسان ها در درون زندان. گفته می شود قرص هایی داده می شود. گفته می شود شکنجه های گوناگون داده می شود. گفته می شود تهدید های روی خانواده ها صورت می گیرد. روی بچه ها صورت می گیرد. روی زن یا مرد صورت می گیرد. بله همه این چیزها از جانب جمهوری اسلامی اجرا می شود. ولی شما در نظر داشته باشید که خشونت جزء ذات، جزء ساختار این نظام است. خشونت، تجاوز، تبعیض، همین ها در درون قرآن هست. عزیزان من، این کتاب کتاب راهنمای بدی ها هست، زشتی ها هست. هر گونه کار زشتی رو که میخواهید انجام بدهید برید در اونجا، به شما ایده میدهد. ولی شما میخواهید انسان باشید، پس بنابراین این گونه کتاب ها رو از خود دور بکنید. نه در روی تاخچه ها بگذارید، نه در درون سوگند های خود از اون یاد بکنید، نه در ارتباط با معامله ها و غیر و غیره اون رو اتکا روش بکنید، نه در ارتباط با امر فرهنگ به اون اتکا بکنید. هیچ و هیچ و هیچ. اونها و این کتاب در تناقض با هویت شما عزیزان هست. ما نیازمند فرهنگ دیگری هستیم، فرهنگی مترقیانه، فرهنگی آزاد، فرهنگی برابری طلب، فرهنگی که پدران ما به ما گفتند، کوروش و دیگران، که بله شما می توانید و این شایستگی رو دارید که سربلند زندگی بکنید، بردباری. فرهنگی که عنصر اهورایی در درون گاتها رو با خود دارد. من مذهبی نیستم، من در هیچ دین و باوری قرار ندارم، ولی از نظر فرهنگی باید تاریخ خودمون رو بدانیم، باید گاتها رو بدانید، باید همچنین حقوق بین‌المللی رو بدانید. من نمیگویم در تاریخ بایستی، دیدیم که چه اصراری دارم برای که ما به حقوق مربوط به حقوق بشر در واقع اتکا بکنیم. ولی تاریخ خودتون یادتون نره در ذهن، اون هم هست. شما یک لحظه فقط از یک لحظه گاتهای زرتوش رو در نظر دست بگیرید و قرآن رو دست بگیرید. یکی بهتون آرامش میده و قرآن شما رو فقط و فقط
در جهنم میاندازد. همش در حال تهدیده، همش در حال کشتاره، همش در ارتباط با تبعیض و نابودی انسانها داره کار میشه در درون خود. و شما در واقع میترسید، هراسناک هستید. و انسانی که از درون قرآن میآید بیرون، انسانی بسیار در واقع چیست؟ انسانی مایوس، انسانی ضربه خورده، انسانی با خشم برای اجرای جنگ جهادی. این انسان در واقع از شرایط عادی خودش خارج شده. یار شما نیست. نکته دیگری که میخواستم با شما صحبت کنم قبل از پایان این برنامه‌مون، عزیزان، دیدید، شنیدید هفته پیش درباره شورای حقوق بشر، شورای حقوق بشر که تصمیم گرفت یک کمیسیون حقیقت یاب در ارتباط با شرایط مربوط به حقوق بشر در ایران به ایران فرستاده شود. به ایران فرستاده شود و برای این رأی اعضای این شورای حقوق بشر که از جمله ایران هم جزو این شورا بوده به این ترتیب رأی دادن. 6 رأی برای ایران بود که بگه نه، نباید بفرستید. 16 ممتنع بود. معلوم نیست وقتی ممتنع یعنی چی ممتنع، برای که مورد خشم خیلی گسترده جمهوری اسلامی قرار نگیری، ای نمایندگان اون کشورهای ممتنع، افتضاحه، در ایران میکشند و تو میخوایی ممتنع رأی بدهی. ولی به هر حال و بالاخره 25 نماینده کشورها اونها رأی دادن که این کمیسیون حقیقت یاب به وجود بیاید و بتواند به ایران برود که بر اساس این گزارش تهیه بکنه، بررسی بکنه جنایت ها رو، شکنجه، اعدام ها و غیر و غیره، و بنابراین برگردونه بشی به سازمان ملل. بنابراین این شورای حقوق بشر در چارچوب سازمان ملل و سازمان ملل بزرگترین نهادی هستش که در دنیای کنونی ما وجود دارد. و اگر سازمان ملل به این رسیده، برای اینکه میداند چه جنایاتی در ایران داره صورت می میداند و برای اینکه بهش تهمت زده نشه که تو یک جانبه عمل میکنی یا غیر ذلك، میگه که خب حالا که جمهوری اسلامی میگه نه وجود ندارد، هیچ چکنجه وجود ندارد، پس اگر میگه و عده دیگه میگویند هست، اپوزیسیون میگوید هست، شکنجه هست، پس بنابراین یک هیئتی برود در ایران و مسائل از نزدیک ببیند. جمهوری اسلامی میگه نیست، پس چرا مخالفت میکند با وجود یک گروه حقیقت یاب؟ چرا مخالفت میکنه؟ پس بنابراین در جستجوی پنهان کردن جنایات خود هستش. حال ما نمیدانی که عملا موفق بشه این کمیته، این کمیسیون به ایران برسه یا نه، به خاطر این جمهوری اسلامی همین امروز اعلام کرد که نه، ما مخالف هستیم. ما از اول میدونستیم که اینها مخالفن. جنایتکار همیشه باید جنایات خود رو بپوشاند. عزیزان من، و از جمله کسانی که طرفداری کردن از جمهوری اسلامی، نماینده چین، نماینده ونزوئلا، نماینده کوبا. کوبا رفقای انقلابی یادشون هست؟ رفقای کاتریس یادشون هست؟ رفقای فیدل کاسترو یادشون هست؟ که چگونه این کشور انقلابی
در کنار جمهوری اسلامی به او کمک می کند؟ آی چپ ها، شمایی که از فیدل کاسترو حمایت می کنید، شمایی که از کوبا حمایت می کنید، ببینید تو کوبا در قرارهایی که داره در کنار جمهوری اسلامی ایستاده است و حال شما می گویید که به به کوبا چه جای خوبی است، کوبا نمیدونم مورد ستم آمریکا قرار گرفته، کوبا دارای یک سوسیالیسم انسانی است، کوبا دارای به اصطلاح پیشرفت در زمینی پزشکی است، کوبا در زمینی کرونا اله کرده بله کرده، همین ها واقعیت یا جل هست که چی؟ که روی این رژیم در واقع چی؟ عملا اون رو یعنی کوبا رو، رژیم کوبا رو فرشته نشان بدهند. بنابراین اینها در کنار آخوند رئیسی و آخوند خامنه ای هستند. شاوز میدانید و میبینید که چگونه برخی از نیروهای ایرانی و همچنین چپهای فرانسه و همچنین آقای ملانشون چه حمایت هایی میکردن از کشور شاوز و شاوز خودش و مدورا امروز ادامه دهنده آقای شاوز هستش. و چگونه آخوند بدون عمامی مانند احمدی نژاد میرفت و تبلیغ اونها رو میکرد. شاوزیست بود و بخشی از چپ هم شاوزیست بودن. ننگ است عزیزان ما، ننگ است. و به همین خاطر باید مواظب باشیم که در درون ایدولوژی ها نیفتیم، در درون پوپولیزم نیفتیم. ذهنیت باز، ذهنیت خودمختار، منتقد، اینه قاعده زندگی ما. به هر حال حتی اگر جمهوری اسلامی نگذارد که این اکیپ یا کمیسیون حقیقت یا به ایران پاش برسه، ولی که به هر حال این کمیته در سطح جهانی میتواند بسیار کار بکنه و تمام شواهد رو جمع آوری بکنه و بنابراین یک فشار جدید علیه جمهوری اسلامی و یک عامل جدید برای چی؟ برای منزوی کردن بیش از پیش جمهوری اسلامی، حکومت اسلامی، نظام ولایت فقیهی. نظام جنایتکار. در طی این دو ماه و نیمه اخیر نزدیک 500 نفر رو این رژیم کشت. بلوچای عزیز ما رو تعداد زیادی از اونها رو کشت. کردهای عزیز ما رو تعداد بسیار زیادی از اینها رو کشت و همچنین کشت در تهران، در رشت، در اصفهان، در اردبیل کشت. این یک جنایت ساده نیست، جنایت علیه بشریت اسمش هست. میکشد آدمهای عادی رو، آدمهایی که آمدن تو خیابون، آدمهایی رو که در واقع اهل زندگی بودن، اینها رو کشت، به راحتی کشت. و علی‌رغم این رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی، ببین مبارزه ادامه دارد. خب مبارزه ادامه دارد. یک نکته دیگرم باز بگویم، نکته قبل از مطلب پایانیمون، در اخبار میبینید عزیزان من که چی؟ که عملا از جمله شنیدید که یک فایل، ارزم حضورتون که افشای فایل جانشین
سازمان بسیج که چی گفته؟ که نگران از خسته شدن نیروهای سرکوبش است. بر اساس فایل صوتی که به دست آمده از حک خبرگزاری فارس، گروهی از مدیران رسانه های وابسته به حکومت در نشستی با قاسم قریشی، این خبر از درون رسانه ایران انترناسیونال، در نشستی با قاسم قریشی جانشین سازمان بسیج از خسته شدن نیروهای سرکوب. اعتصاب بازاریان در 22 استان و شکست جمهوری اسلامی در جنگ رسانه‌ای ابراز نگرانی می کند. می بینید عزیزان، نیروهای نظامی جمهوری اسلامی خودشون می گویند نیروهای سرکوب خسته شدند. بازار، اعتصاب بازاری در 22 استان بی سابقه است و بنابراین شکست خوردن در تمام این شبکه های اجتماعی و جنگ های رسانه ای. منظور چیست؟ این تلویزیون هایی که اخبار رو در ارتباط با ایران پخش میکنن، شبانه روز دارن اخبار رو پخش میکنن، به بلنگوی جنبش تبدیل شدند. برنامه های گوناگون تحلیلی در ضدیت با این جمهوری اسلامی، از جمله مانند برنامه ما، خب اینها به گوش مردم میرسه و به گوش نیروهای اسلامی نیز میرسد. امروز جامعه ایران پر از خروشه. کارگران زباهن و صنایع دیگر، کشاورزان، بازنشستگان، دانشجویان، دانش آموزان، کامیوندارها، همه در حال مبارزه هستند علیه یک دشمن مشترک، نظام ولایت فقیه خامنه ای، نظام نکبتبار حکومت اسلامی، نظام نکبتبار شیعه با تمام فساد آخوندیزم، همه علیه او نشانه رفتند. و اونها میگوین ما در شرایط بدی هستیم، نیروهامون خسته شدن، به 12 پایگاه مربوط به حوزه های بسیج و غیره و دفترهای امام جمعه و غیر ذلک حمله شده، سوزاندن اونها رو. خونه خانواده خمینی رو آتش میاندازن. حادثه بزرگی است. چه کسی میتوانست این رو حدس بزند که در خمین بیاین چنین کاری رو بکنن؟ و دیدیم که شد. انقلابیون همه جا هستند. جمهوری اسلامی بترس، انقلابیون همه جا هستند. تو اگر در واقع در ترس هستی، خسته هستی، به خاطر اینکه نیروهای انقلاب بیش از پیش وارد صحنه می شود. در این روزهای اخیر دیدی اعتصاب های کارگری رو؟ جمهوری اسلامی، یادت باشه تو سعی کردی عزیزان ما رو در کردستان بزنی، عزیزان بلوچ ما رو بزنی که به دیگران بگویی که از توی رژیم دفاع بکنن علیه اینها به عنوان به اصطلاح تجزیه طلب، و اونها فریاد زدن. چه گفتن عزیزان من؟ چه گفتن؟ گفتن
کردستان، بلوچستان، چشم و چراغ ایران. گفتن ما ایرانی هستیم، گفتن رژیم جمهوری اسلامی تو رژیم اشغالگر هستی، و گفتن ایران رو پس میگیریم. ای آخوند آدم کش خامنه ی جلاد، مردم میگوین ایران رو پس میگیریم. چرا؟ به خاطری که در این ذهنیت به این نتیجه رسیده که شما آخوندها اشغالگر هستید، شما پیروان محمد هستید، پیروان علی هستید، پیروان بنی امیه و بنی عباس هستید، همون اشغالگران هستید که بر رأس کشور ما نشستید. پس ما میخواهیم ایران رو پس بگیریم، شما اشغالگر هستید. و راهپیمایان میگویند ایران رو پس بگیریم، و خود آخوندها خبر خیلی اوریان آشکار بهش ذهنشون رسیدن، و یا رهبران سپاه میگوین ایران رو پس بخواد بگیری کار ساده نیست. بله کار ساده نیست، ولی مردم عزم دارن این بار که ایران رو پس بگیرند، و کار ساده نیست. و پس چرا در درون شما نظامیون عملا تشدد وجود دارد؟ چرا عملا ابراز خستگی میکنید؟ چرا؟ به خاطر اینکه مقاومت مردم پر قدرت است. دانشجویان ایران در دانشگاه های گوناگون، 62 دانشگاه و دانشکده در ایران در این روزهای اخیر تجمع بوده، تحصن بوده، راهپیمایی بوده. خب با توجه به آنچه که گفتیم، علی شمخانی میگوید دبیر شورای عالی امنیت ملی در جلسه ای با مدیران رسانه ها اعلام کرده که، نقل قول از او، ما در جنگ شناختی ادراکی ما در جنگ شناختی ادراکی و رسانه‌ای شکست خوردیم. این جمله ایشونه دی. ما در جنگ شناختی ادراکی و رسانه‌ای شکست خوردیم. جنگ شناختی یعنی چی؟ و ادراکی یعنی چی؟ در جنگ شناختی و ادراکی شکست خوردیم. یعنی در یک کلام ما شکست خوردیم در این مبارزه رسانه‌ای، شکست خوردیم در این اخباری که مداوم روی انقلاب ایران پخش می شود در جامعه، و جامعه عملا خودشو بسیج نگه داشته. بنابراین بله، رژیم شکست خورده، تا به امروز شکست خورده، شکست که عجیب غریب نیست، به نفس نفس افتاده. عزیزان من، آیا رژیم باز هم نیروهای جدیدی به کار خواهد گرفت؟ بله سرکوب، بله بله بله، پیوسته هی افزایش داده. ولی که امروز نگاه بکنی، علارغم افزایش دادن نیروها، جنبش ادامه داره، گاهی از این نقطه، گاهی از اون نقطه، گاهی در چند نقطه، گاهی از کردستان، گاهی از زاهدان، گاهی از تهران، در هر نقطه. عزیزان من، موضوع نیست، همزمانی الزاماً همیشه نیست، ولی یادتون باشه نگران نباشید. به خاطر این رو به این خاطر میگم، به خاطر اینکه عزیزان کرد ما، زمانی که در واقع اعلام شد که در کردستان اعتصاب عمومی هست، انتظار داشتن که همون روز نیز این اعتصاب در سایر بخش ایران نیز باشد، سوم، روز سوم، ولی این امر صورت نگرفت. ولی روزهای بعدش دیدید در ندای مربوط به کردستان تظاهرات شد، این ور اون ور تظاهرات شد. پس یادتون باشه عزیزان من، در از نظر زمانی تأخیر وجود خواهد داشت، تا
تقویم اینها الزاما یگانه نیست و این هم خودش یکی از مسائلی هستش که برمیگردد که چگونه این جنبش میتواند خود رو تقویت بکنه از نظر رهبریش که همزمانی های بیشتری صورت بگیره برای حرکت های بزرگتر میلیونی. ولی در اینها نگران نباشید عزیزان من، مردم ایران به این رسیدن میدانند که دشمنشون خامنه ایست، ولی به لحاظ شرایط اجتماعی، به لحاظ شرایط مربوط به سازماندهی و غیر ذلک، اون چیزی که شما انتظار دارید یا یه بخش انتظار داره همون لحظه ممکن اتفاق نیفته. ولی اینو در یک روند نگاه بکنید، در یک مسیر نگاه بکنید، همه نشان میدن که مخالف جمهوری اسلامی هستن. بله آقای علی شمخانی میگوید ما شکست خوردیم. بله شکست خوردی شمخانی، تو شکست خوردی. و خود او میگوید در این فایل، یه جلسه مخفی برگزار که از علی شمخانی گفته می شود که 70% مردم ایران اعتقاد دارن وضعیت معیشتی رو به افول است. بله همین هایی که ما میگوییم در درون فقر و فقر مطلق قرار گرفتن، همین 70%ی هستش که شما داری مطرح میکنی. و فقط وضعیت معیشتی نیست، علاوه بر این که مردم در شرایط فقر و فلاکت قرار دارن، اکثریت جامعه خواهان نابودی و ناپدید شدن جمهوری اسلامی هستند. آقای شمخانی، اونها دیگه حضور ننگاور شما رو نمیخواهند. آقای شمخانی، شما جزء همون غارتگران هستید، شما همون جزء سرکوبگران هستید. شمخانی ها و سایر رؤسای سپاه، بسیجی های جنایتکار و آخوندهای حریص بیمار جنسی و تبهکار و تکنوکرات هایی که اون بالا نشستند و اصلاح طلبانی که علیه جنبش او می کنند و نواندیشانی که مطرح می کنند که بله تفسیرهای گوناگونی درباره قرآن وجود دارد، یا میگویند بله درست نیست که جمهوری اسلامی به این ترتیب فشار می آورد. نتیجه ایدولوژی شماست که یگانه است با اونها، نتیجه کار پدران شما مانند آقای سروش است که دست اتحاد با خامنه‌ای بست و خمینی بست، با خمینی بست برای جهاد در درون دانشگاه ها که عطر اسلام رو پخش بکنید. عطر اسلام رو میخواستید شما پخش بکنید، یادتون هست؟ اصلاح طلب ها، شما همه از یک قماش هستید. تفاوت وجود دارد، ولی ما یک چیزی رو عریان آشکار میگوییم. امید من، آرزوی من این است که جامعه به سوی یک جامعه با دموکراسی، با حقوق بشر، با اصل احترام به طبیعت و با اصل یک حکومت لایق، بنابراین جامعه دلم میخواد که به سوی این اهداف پیش برود و تمام گرایش های کنونی جنبش در این مسیر من میبینم. بنابراین برخی از این ملی مذهبی ها میآیند و تحلیل میکنند که بله خب چه بسا حرفای قلمبه سلمبه میزنن که نگوین که زنده باد انقلاب. ولی این انقلاب است عزیزان من، این انقلاب است. انقلاب های خوب داریم، انقلاب های بد داریم. انقلاب فرانسه بله در ضمن بسیار خطاهای گوناگونی بود، ولی یک انقلاب خوب بود. انقلاب اسلامی 57 یک انقلاب مزخرف و ارتجایی بود. و انقلاب کنونی با چیست؟ با عطر آزادی است.
با عطر آزادی است و بنابراین آنچه که این انقلاب میخواهد چیست؟ رسیدن به آزادی است عزیزان من. انسانهای ایرانی از وجود این جمهوری اسلامی خسته شدند و میخواهند طور دیگه ای زندگی بکنند. بعد یک چیزی رو میخواستم همزمان در اینجا بیارم، به این خاطر منو میبینید که مشغول یک بله عطر آزادی. من جا در و برات صاف میکنم، هرچی سر و بر و پر میکنم. بیا بنابراین آنچه که فضای جامعه ما رو داره رنگامیزی میکنه همین فضایی برای این آزادی است، فضایی برای آرامش، فضایی برای انسانهایی که میخواهند طور دیگری زندگی بکنند. و به این خاطر هست که این بحث امروزم رو پایان میبرم با این ایده. عزیزان من، امروز در پارلمان فرانسه، مجلس فرانسه با 149 نفر رأی داد در محکومیت جمهوری اسلامی. کسانی که این قطعنامه رو ارائه کردند از سه گرایش مربوط به ریاست جمهوری فرانسه بودند، ولی کسانی که همه رأی دادند از همه جناح‌های سیاسی این جامعه بودند، و این هم باز یک شکست جدید برای جمهوری اسلامی است. جمهوری اسلامی ایزوله شده، منزوی شده و بیش از پیش. و این مجلس فرانسه گفت و اعلام کرد که ما حمایت میکنیم از تمام مبارزات زنان ایران، که ما حمایت میکنیم از انقلابی که در جریان است، ما حمایت میکنیم زیرا این انقلاب برای دموکراسی است. و محکوم کردشیم رو و خواستار در واقع تحریم های جدیدی شد و خواستار متوقف کردن تمام جنایات در درون ایران شد. و بنابراین این هم برای دیپلماسی جهانی یک فصل خوبی بود و برای مردم ما یک دستاورد بزرگی است. هر چقدر که ما بتوانیم در جهان پشتیبان گیر بیاریم برای انقلاب ایران، به نفع ایران هست. آنچه که کارساز هست مبارزه مردم ما در ایران عزیزان من روشنه، ولی این انقلاب در ضمن احتیاج به چی داره؟ احتیاج به انسانها، احتیاج به تمام احزاب مترقی داره که نسبت به این انقلاب ابراز پشتیبانی میکنن. بله پشتیبانی. و بالاخره این نکته رو عزیزان بگویم و پایان بدم به حرفام، اینکه یه اشتباهی در دفعه پیش من کردم که یک عزیزی این رو یادآوری کرد. دیروز من در جلسه پیش یا برنامه پیش وقتی که تعداد تظاهر کنندگان رو میگفتم، فکر خودم این بود که عدد 5000 نفر رو گفتم. این عزیز مطرح کرد که از من شنیدی که 50000. نه، عدد درستش اینه که در اون برنامه که هفته پیش من درباره‌اش صحبت کردم و در ارتباط با تظاهرات ایرانیان در فرانس در پاریس بود، 5000 نفر شرکت کردن. 50000 نفر نبود. اگر من اینجا به هر حال چنین عددی رو گفتم، اشتباه من بوده، ولی به هر حال اینو تصحیح میکنم. و نکته آخر هم این هستش که پریروز یک تجمع بزرگ در بنابراین پری روز روز شنبه روز شنبه در واقع روز 26 نوامبر یک تظاهرات یا گردمهای بزرگی بود در کنار پانتئون با شمع کرد به سر روشن کردن شمع و به این ترتیب
بسیار زیبا بود و دو روز 27 نوامبر هم یک تظاهرات بود از نقطه در واقع شهر پاریس که به عنوان پوغایر هستش تا برسیم به طرف پانتئون. پانتئون همون جایی که ویکتور هوگو ها هستند که در واقع در به اصطلاح وجود دارند و در اینجا بنابراین البته مسیر طولانی نیست و تعداد زیادی از ایرانیان شرکت کرده بودند با فرانسوی ها و بنابراین این هم یک راهپیمایی دیگری بود که توسط یکی از این انجمنها انجمن هما برگزار شده بود، ولی به هر حال تمام شعارها در راستای انقلاب ایران علیه جمهوری اسلامی در راستای حمایت از مردمان ایران زمین بود و بسیار زیبا بود. افراد مختلف آمدند و گفتند و حمایت خودشون اعلام کردند و از جمله در مسیر هم در ارتباط با شعارهای مربوط به انقلاب، هم در ارتباط با موسیقی های مربوط به این دوران عملا پخش شد و بنابراین این هم نکته ای بود که میخواستم اضافه بکنم در این پایان که دست همه عزیزان در هر نقطه ای که در خارج از کشور هستند درد نکند و به خصوص بارها و بارها ما شاهد این بودیم و هستیم که بخش مهمی از این فعالین دختران و پسران جوان ما هستند. دست اونها درد نکنه. از دور دست تک تک اونها رو می فشارم به امید روزهای آزادی برای کشور خودمون و بنابراین در ارتباط با فعالیت‌های جدید هم که در پاریس یا در جاهای دیگه در جریان هستش آگاهی داشته باشیم، در شرکت بکنیم. همه اینها بسیار بسیار مهم هستش. ما میهن پرست هستیم، ما خواهان آزادی کشور خودمون هستیم، ما میخواهیم کشور خودمون با تمام امکانات انسانی و طبیعی که دارد بتواند سربلند در این جهان باشد. بنابراین این لحظه ای که در ایران در انقلاب هستش، ما هم در خارج از کشور در کنار مردممون باشی، صدای مردم، صدای انقلاب رو به همه جهانیان برسانیم. بنابراین دست همه شما درد نکند، به امید روز آزادی و ادامه بدهیم به تمام فعالیت ها، راه بیمایی ها و افشاگری ها و برنامه های تلویزیونی که داریم، زیرا همه و همه در خدمت چیست؟ در خدمت انقلاب ایران است. سپاس فراوان. متشکرم.